جناب آقای حمید رسایی نماینده محترم تهران شمینار رای اسلام شهر و پردیس شماره 106 بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. نمایندگان محترم لطفاً دقت بفرمایید. دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگر رو بغل کنن. تاریخ پر از این اتفاقات اتفاقی. به طور اتفاقی عده فراموش کردن قدیر خم رو. به طور اتفاقی یه سری از فرماندهان امام حسن رو تنها گذاشتن. به طور اتفاقی عده پیوستن به لشکر یزید و عاشورا رقم خورد. بهانه همه اینا اتفاقی بودن بود. اما از یاد نبریم که به طور اتفاقی همه اینها از گندم ری محروم شدن. آقای ظریف چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی تا با اون دست شدنی مواجه نشی؟ چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی با دستی که به خون ملت‌های مسلمان و ملت ایران آغشته است دست ندی؟ ما این رو بررسی می‌کنیم. عزیزان من، آقای محسنی جانباز 70% در دیدار با رهبر انقلاب نکته‌ای رو یادآور شدن به نمایندگان، ایشون تو جلسه حاضرن. آقا فرمودن این رو به من نگید، برید به خودشون بگید، به اون ها بگید، برید به کسانی که حواسشون نیست بگید. فیلم این دیدار 1 دقیقه است. من خواهش میکنم این فیلم پخش بشه. اما دوستانی که در مجلس دارن زحمت میکشن تمام دقتی که دارن میکنن، اما نکته اصلی که هست بحث سانتریفیوژ یا نمیدونم غنی‌سازی و اینها نیست. نکته اصلی اینه که آمریکا با این توافقنامه پاشو داره برای در مذاکره میذاره، یعنی نمیذاره در مذاکره بسته بشه تا 10-15-20 سال دیگه ما به هر بهونه شده اینا میان میخوان با هم بشن سر یه میز به یه شکلی با ما ارتباط برقرار بکنن. این به نظرم دوستان مجلس کم دارن روش دقت میکنن. خطر اصلی به نظرم اینجا بهشون بگید. شروع نکته دوم آشقا بهشون بگید، به من نگیدید، به اونا بگید، به من به اونایی که فکر میکنید متوجه نیستن به اونا بگید. به من نگیدید، به اونا بگید، به من به اونایی که فکر میکنید متوجه نیستن به اونا بگید. عزیزان، مبادا به طور اتفاقی سند ذلت این ملت در این مجلس تصویب شه.